دوستان سلام عرض میکنم با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم در این ویدیو جواب دادن به دو کلمه سوالی نره و کیمه رو داریم در اینجا نره یعنی کجا ما پسوند ای رو میخوایم بیاریم اینجا و چون دوتا حرف صدا دار اینجا هستن ما صدای یه رو هم آوردیم که بشه نره ی. یعنی به کجا و جوابش رو هم با پسوند آ و ا باید جواب بدیم که در صورتی که به حرف صدادار ختم بشه صدای ی رو هم میاریم اگر هجای آخر کلممون به صدای آ یعنی دارای صدای آ، او، او و او باشه ما پسوند آ و یا یا رو میاریم زمانی که هجای آخر کلممون دارای صدای ا، ای، ا و او باشه ما پسوند ا رو میاریم و اگر به این صدا ختم بشه صدای ی رو هم اضافه میکنیم و پسوند ی رو میاریم و زمانی که مثلا صفت باشه و یا اسم باشه ما باز پسوند آ و ا رو و در صورتی که حرف صدادار آخر کلممون باشه با صدای یه میاریم که میشه پسوند یا و یا پسوند یه کلمه یه کیمه کیم یعنی چه کسی کیمه یعنی به چه کسی و ما جواب این رو ممکنه با مثلک یعنی شغل بدیم ممکنه با اسم یعنی اسم بدیم ممکنه جوابش آیله یعنی یکی از اعضای خانواده و کسی باشه که ما نسبتی باهاش داریم اون نسبتمون رو میگیم زمیر ممکنه یک زمیر باشه ولی در مورد زمیرها یه سری استثناءاتی داریم مثلا زمیر بن باید تبدیل به بانا بشه زمیر سن تبدیل به سانا باید بشه و ضمیر او هم برای اینکه صدای پسوند آ بهش اضافه بشه و این دو تا حرف صدادار دار هستن صدای نمیاد تا این این مدلی بتونه به جای او آ اونا تلفظ بشه اینا استثناء هستن به این شکل و دیگه استثناء نداریم خب پس شد بانا سانا اونا بیزه سیزه اینجوری بیزه و سیزه به اضافه اونلارا اونم بعدا بهتون میگم اینجا یادم رفته آخر ویدیو دوباره من زمین ها رو براتون میگم فقط خواستم بگم که اینجا پسوند آ اومده به عنوان مثال ولی به این شکل بیزه و سیزه چون صدای ای دارن به این شکل پسوند ا رو آوردیم خب بریم واسهتون مثال بزنم که روشن بشه همه چی آخر سر پسوند رو یه بار دیگه میگم خب گفتیم که اگر صدای آ، او، او و او رو داشته باشیم پسوند آ باید بیاد مثلا داغا یعنی به کوه همونطور که میبینید حرف صدا داره آ رو داریم پسبند آ رو هم اضافه کردیم پازارا یعنی به بازار نگاه کنید هجای آخر کلمه کلمهمون این صدا رو داره و ما پس من رو بنابر اون انتخاب کردیم و آوردیم یانما یانم یعنی کنارم پیشم یانما یعنی به پیشم ساغما ساغ یعنی سمت راست ساغم یعنی به سمت راستم ساغما یعنی در طرف راستم و یا به سمت راستم چوروما چوروم اسم یه شهریه من اینجا صرفم به خاطر اینکه صدای او رو انتخاب کرده باشم آوردم همانطور که میبینید اینجا او یکی از این صدا هستش و پسوند آ رو آوردیم ولی چون اسم خاص هستش اینجا ما علامت آپستروف رو گذاشتیم اسانیورتا اسانیورت یکی از منطقه استانبول هستش بازم اسم خاص هستش صرف هم به خاطر صدای او آوردم که ببینید چجوری پسوند آ رو انتخاب میکنیم کنارش آپستروف اس داریم. به وقت داریم عادت کردم و بعدش هم پسوند آ رو کنارش میذاریم بین اینا فاصله نداره موقعی نوشتن دوستان یادتون باش خب بیکوز بیکوز باز هم یکی از مناطقی هستش که به عنوان اسم مکان انتخاب کردم صرفا به خاطر صدای او این ما هم مرتب گم میکنم بیکوز خب یعنی بیکوزا یعنی به بیکوز حالا کلماتی که به این چهار حروف ختم میشن و ما حرف یه رو بین پسوندمون و اون کلمه میاریم در واقع پسوند یا رو اضافه میکنیم این رو هم چند تا مثال بزنم که روشن بشید اورایا اورایا اورا یعنی آنجا اورایا یعنی به آنجا اودایا اودا یعنی اتاق اودایا یعنی به اتاق چارشیا چارشه یعنی مرکز شهر معمولا به انگلیسیش میشه داونتاون یعنی جایی که کلا مرکز خرید و اینا هستن و شلوغ پلوغ میشه خب چارشیا یعنی به مرکز شهر دوشاریا دشاریا دشاره میشه بیرون ها میشه به بیرون چورلویا چورلو هم اسم شهری هستش چورلویا یعنی به چورلو استودیویا یعنی به استدیو کاستامونویا کاستامونو اسم یه شهریه به کاستامونو خب بریم سراغ مثالای صوتیه دیگهمون حروف صدا داره دیگمون خب گفتیم که اگر صدای ا و یا ای و یا ا و یا ا رو در آخرین هجای کلممون داشته باشیم پسوند ا رو میاریم این در صورتی هستش که حرف آخر کلممون حرف سامت و یا بی صدا باشه و ما در هجای آخر کلممون این صدا رو یکی از این صداها رو داشته باشیم مثلا جنت یعنی بهشت جنته میشه به بهشت آنمه آنمه یعنی به نزد مادرم به خانه مادرم پیش مامانم اینا در واقع اوی میزه اوی میز میشه خونمون اوی میزه میشه بخونمون مرسینه. مرسین اسمی شهره. یعنی به مرسین. استه. است یعنی بالا رویه. استه یعنی به بالا. گله. گل یعنی دریاچه. گله میشه به دریاچه. کهیه. کوی köy میشه روستا. کهیه میشه به روستا. حالا کلماتی رو داریم که حرف آخرشون این مدلی حرف بی صدا نیست و یکی از همین حروف صدا داره که ما مجبور میشیم برای این پسوند صدا دار قبلش یه حرف بی صدا بیاریم مثل یه بنابراین ما پسوند یه رو میاریم هستانه یه یعنی بیمارستان هستانه یه یعنی به بیمارستان انگلتره یه. انگلتره میشه انگلستان انگلتره میشه به انگلستان کایسریه کایسری یکی از شهرهای ترکیه هستش بهش قیصریه هم میگفتم قدیما کایسری کایسریه یعنی به کایسری کجا الیه یعنی به کجا الی یکی از اسمای مکان هستش گلو گلو هم اسم یک مکان هستش دوباره گلویه یعنی به گلو üzümlü üzümlü هم اسم یک منطقه هستش اسم یک مکانه به üzümlü söğütlü söğütlü هم اسم یک مکان هستش سویتلویه به سویتلویه. خب. یه بار دیگه اینا رو من بخونم. مطمئن نشدم که تلفاظاش رو باشون راحت باشید. هاستانه یه. انگلتره یه. کایسریه. کجایلیه. گلویه. ازملویه. خب. همونطور که میبینید. اینو مثل همزه تلفظ کردیم اینجا سویتلو همون جوری هم نوشتم که متوجه باشه همچنین جایی هم نیست که مرتب تلفظ بخواید بکنید ولی خب تلفظ درستش همین خب حالا ببینیم کیمه رو چه جوری جواب میدیم مثل شغل اسم اسم آیله اعضای خانواده زمیر و زمیرها همونطور که میبینید مثلک رو با رنگ سیاه نشون دکتورا دکترا به دکتر پلیس به پلیس یعنی به نزد پلیس به پیش دکتر آلیه به علی همیشه به معنای به پیش علی همیشه به خود علی اوغورا به اوغور اوغور هم اسم پسر هستش باباما به بابام کاردشیمه به خواهرم حالا زمیرها رو داریم اینجا بانا به من سانا به تو اونا به او بیزه به ما سیزه به شما اونلارا به آنها حالا یه موردی هم داریم اگر کلممون به حرف پ ختم بشه موقعی که پسوند بهش وصل میشه صدای پ به صدای ب تغییر پیدا میکنه که اینو بهش میگن یوموشاما یعنی نرم کردن صدای پ رو به صدای ب تبدیل می کنن. موقعی که پسوندی به کلمه مختوم به حرف پ وصل بشه حالا اگر کلمه به حرف که ختم بشه اون که رو وقتی که پسوند بهش وصل میشه تبدیل به یوموشاک گه میکنن و صدای غه میده حالا ما اینو صدای غ میگیم ولی بعضی وقتا که پسوند میاد ممکنه مثل حرف یه تلفظ بشه فرق میکنه بعضی جاها اونجوری تلفظ میشه شما به مرور زمان گوشتون عادت خواهد کرد و یا میتونید که از گوگل ترنسلیت قسمتی که بلندگو داره تلفظتون رو مرتب با گوش کردن کنترل بکنید کتاب کتاب هستش اینجا یه جمله نوشتم کتابا با کتابا با کیورم. یعنی به کتاب نگاه می کنم همونطور که می بینید اینجا چون پسوند آ رو آوردیم صدای پ به صدای ب ختم شده یه مثال هم برای که بزنیم گزرلیک گزرلیک یعنی زیبایی گزرلیه باک یعنی به زیبایی نگاه کن منظورش زیبایی اون شخص و یا اون مکان و یا یه منظری چیزی نشونتون بدن اون لحظه میگن مثلا به خوشگلی فلان چیز نگاه کن میگن چی؟ میگن گزرلیه باک اینجا کلمه یوزرلیک که به حرف که ختم شده بعد پسفند حرف که مون به یوموشکه تبدیل میشه خب چند تا مثال دیگه هم بزنیم داخل جمله آن نملره گیدیو اینجا کجاست؟ ا آن نملر میشه مامانم اینا ممکنه مثلا بابام لار هم باشه یعنی مثلا بابام اینا خب آنم لرگی دیو روز یعنی به خانه مادرم می رویم میریم پیش مامانم اینا گزله باکماک سوابتر اینجا پسوندمون کجاست؟ گزل ا به خشکل به زیبا چی؟ به زیبا رو نگاه کردن ثواب است. این یه ضربان مسئله هر موقع بخوان به یه نفر نگاه بکنم که خوشگل باشه اینو میگن که طرف راضی بشه. خب یوکاریا با یوکارو یعنی بالا پسوندمون اینجا صدای آ هستش صدای آ رو داریم بین حرف او و آ هم صدای ی رو آوردیم شده یوکاریا به بالا نگاه می کنم خب چورلو گیتمم لازم چورلو پسندمون اینجا پسند آ هستش صدای ی رو آوردیم چورلویا یعنی به چورلو چورلو یا گیتمم لازم این چی؟ یعنی به چورلو باید بروم. مازایا با خب اینجا پسوندمون چیه؟ پسوندمون آ. کلممون مازا یعنی مغازه. صدایی یه رو بین دو حرف صدا دار آوردیم. مازایا به مغازه. مازایا با یعنی به مغازه نگاه خواهم کرد. یعنی میرم یه نگاهی به مغازه بندازم خب دوستان مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید امیدوارم که مثال ها کافی بوده باشه میتونید مثال هایی هم خودتون بزنید که هزاران نفر که میان اینجا نگاه بکنن از مثال های شما هم استفاده بکنن بهترین مثالا رو پین میکنم که همه ببینن اگر سوالی داشته باشید که ممکنه سوال خیلی ها باشه سوالتون رو پین میکنم جواب میدم که دیگران هم استفاده بکنن دست مزده این ویدیو هم یه لایک کوچیکه خیلی ممنون میشم که لایک بکنید میدونم خیلی وقت بود که ویدیو نذاشته بودم امیدوارم که به بزرگی خودتون ببخشید منتظر ویدیوهای بعدی من باشید ممنون خدافظ